در دست چپ زاویه برخورد انگشت با سیم از وسط انگشت به سمت بالاست. سیم رو پشت پرده دقیقاً به دسته میچسبونه. این فشار رو شما با تجربه و با امتحان کردن صدا میتونید پیدا کنید. نباید انگشتتون درد بگیره، نباید رها باشه. اگر انگشت روی پرده قرار بگیره صدای بدی خواهیم داشت و اگر فاصله داشته باشه با پرده باز هم همینطور صدای خوشایندی نخواهیم داشت. بهترین نقطه صدادهی ساز پشت پرده است دقیقا با نوک انگشت و چسبوندن سیم به دسته. انگشت دوم هم به همین ترتیب. انگشت های ما هر سه انگشت موقع برخورد با پشت پرده حالت منحنی دارن و انحنا دارن. در مورد انگشت سوم هم به همین صورت. وقتی انگشت سوم رو میخواییم بذاریم انگشت اولمون بلند نمیشه، باید بهش دقت کنیم. انگشت گذاری همزمان بهش گفته میشه و لحظه ای انگشت اول بلند میشه که ما میخواییم دو دست باز بزنیم یا تغییر پوزیسیون بدیم به سیم دیگری. برای حرکت به پوزیسیون های دیگه انگشت اول ما روی دسته ساز سر میخوره، از ر به می حرکت میکنه. و به همین ترتیب برمیگرده. برای مضراب نواختن روی سیم دوم، در صورتی که میخواییم تعداد نوت‌های زیادی رو روی سیم دوم بزنیم، کافیه فقط این دو انگشت که روی صفحه ساز قرار داشتن بیان از پایین به سیم اول برخورد کنن و سیم اول رو صداش رو قطع کنن. در این صورت ما داریم به سیم دوم به بالا مضراب میزنیم. ولی وقتی میخواییم یه دونه نوتو مثلا ر لا ر بزنیم، فقط کافیه مقداری دستمون رو کش کنیم، مضراب به سیم دوم برخورد میکنه. به این صورت لازم نیست حتما انگشت رو ببریم و بچسبونیم، ولی وقتی داریم روی سیم دوم ساز میزنیم حتما باید این کار رو بکنیم. سیم اول، پس ما یه حرکت به این صورت عمودی روی صفحه سازمون داریم. لطفاً همیشه یادتون باشه برخورد انگشت های ما با صفحه سازمون باید در کمترین حالت ممکن باشه. صفحه رزونانس ساز ما محل ایجاد شدن صداست و هرچه ما عضلات کمتری و قسمت های کمتری از دستمون رو با این صفحه ارتباط بدیم، صدای شفافتر و سالمتری خواهیم.